احمد رزا بله یه سوالی داشتم بپرس عزیزم در رقابت بین تردز بله و okay, توییتر کدوم برنده میشه نمیدونم نمیدون. ها نمیدونم نه نمیدون. بریم اینجا واسه مارکتین براس حال خوب داره فان توش بر از ولای عدالت داره ویدیو هامون چیزی میگیم که میدونیم رو حساب و قانون یه بر آقا فوری و یه بر احمد رضا و یوتیوب کیف کنیم چند وقت یه بار بهت میگم چرا یهویی تبلیغی بولد شد پس خوش اومدی اینجا سلام به قسمت جدید بولد شو خوش اومدین خوش اومدین احمد رضا این روزها چه بحثی خیلی داغه توییتر و تردز 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 آفرین توی روز گرم تابستونی بود که ایلان ماسک یهو تصمیم میگیره یه محدودیتی اعمال کنه روی نرم افزارش یعنی توییتر خب چه محدودیتی گفتش آقا بیشتر از 600 تا پست و توییت شما نمیتونید در روز ببینید مگر اینکه بیایید اکانت کاربرای خاص منو ببرید بگیرید خب بعد کار برای توییتر بهشون برخورد ناراحت شدن فلان گفتن آقا بریم بلو اسکای یه نرم افزاری که بنیان گذاران توییتر دقیقا مثل توییتر ساختنش به اسم بلو اسکای بعد از اینکه توییتر رو تقدیم ایلاماس کردن فروختن بهش مرحله بعدی چی شد همه میگفتن آقا بگید توییتر رو بریم بیرون ازش رو بریم بلو اسکای و این حرفا یوهو زاکربرگ وارد عمل شد چیکار کرد گفتش که آقا من یه اپلیکیشن جدیدی میسازم به اسم تردز ها من تو اینترنت دقیقا عین توییتر میام عمل میکنم فقط دیگه محدودیت این که شما در روز چند تا توییت ببینید و اینا نمیذارم تعداد کاراکترهایی هم که شما تو هر توییت یا هر پست میتونید بذارید 500 تاست خیلی بیشتر از توییتر قطعا مردم خوشحال ترن و این رو یک روزی اومد لانچ کرد آی آی و... از اون روز. آه. اون روز همه استودیا رو میدیدی همه ترز همه بودن. این رشته های این ترز اومده بود که نمیدونم ما ترز ریختیم و حالا شوخی و خنده و اینا که اومدیم حالا این بر. و رکورد پر نسب ترین و رکورد بیشترین نسب در روز اول انتشار رو زد سی میلیون کاربر نسبش کردن سی میلیون کاربر تمام جهان آره آره. درست حالا ما تو این قسمت میخوایم بررسی کنیم که از نظر مارکتینگی و از نظر مخاطب شناسی خب تردز آیا میتونه توییتر رو بزنه زمین یا اصلا کاری باهاش نخواهد داشت یا توییتر تردز رو میزنه زمین این رو میخوایم با هم بررسی کنیم مخاطبای ترتز چه افرادی هستن کسانی که قبلا یا همین در حال حاضر هستن قبلا چیه در اینستاگرام یوزر دارن فعال اینستاگرام هستن و با یه دکمه راحت میتونن اکانت ترنز ترد ترتز خودشون رو فعال کنن درست احمد رضا بله درسته این از این یک سری از مخاطبا اینان یک سری از مخاطبام کسایی هستن که توییتر داشتن دارن و بابت این تغییر و تحولاتی که توی توییتر رخ داده عصبانی از دست این توییتر و میخوان کوش کنن به یک نرم افزار دیگه حالا اون بخشی از مخاطبین تردز که از اینستاگرام اومدن تردز خب بیایم بررسی کنیم چه افرادی هستن کلا اینستاگرامی ها سگمنت مخاطب رو به طور کل و عام اگر بررسی کنیم افرادی هستن که خیلی حوصله ویدیوهای بلند رو ندارن و دوست دارن سریعتر ویدیوهای کوتاه رو ببینن حال بکنن و رد بکنن برن بدی برن بدی توی لوپی بب... از ویدیو بیفتن هی لذت ببرن وقتشون رو تلف کنن برن ب... سر کار بعدیشون برسم خب این یک سگمنت کلی از مخاطبای اینستاگرام همه قطعا این شکلی نیستن ولی بخش عامی که میتونیم فرض کنیم اینن حالا این افراد که خیلی حوصله شاید محتوای متنی و کتاب رو ندارن حالا داریم سوقشون میدیم یواش یواش ثبت متن خب یعنی از ریلزی که خود اینستاگرام اول اومد پستش رو معرفی کرد بعد اومد آی جی معرفی کرد بعد اومد سمت استوری و ریلز یعنی هی اومد رو کوتاه و کوتاه و کوتاه‌تر کرد الان یوهو میگه خب برو سمت متن خب مخاطب اینستاگرامی که تا حالا ویدیو میدیده خیلی شاید دور از ذهن باشه یا نمیدونم هر چی که اسم واجش رو پیدا بکنیم علاقه زیاد و ممتد و ادامه‌داری رو به محتوای مصنی نشون بده قبول داری احمد رضا از اونجا هم که قبلتر هم لیو نوتون توی بالای هم اضافه آره. شده اونجا داشت نشون میداد که هم که خودش رو چه قرعه‌ای کرده اینطوری بریزه خیلی اصلا میگفتن میخواد اینطوری آره جای توییتر رو بگیره بارک الله خلاصه حرف من اینه که آقا سگمنت مخاطبای اینستاگرام شاید خیلی نزدیک به سگمنت مخاطبانی نباشن که محتوای متنی رو دوست دارن و باهاش حال میکنن شاید واسه قدم اولی چیزی ترند شده خیلی کول و بامزه دست میان آقا نمیدونم پست میذارن توی ترند ولی مطلبی که وجود داره اینه که آیا این ادامه دار خواهد بود باید دید یعنی خو... نظر خودت چیه فکر میکنی ادامه داری یا نه به نظر من خیلی کم میشه یعنی الان موجش خیلی زیاده جوش خیلی بالاست اپلیکیشن کلاب هاوس کلاب هاوس ها. آفرین کلاب هاوس هم یه چیزی افرادی که پادکست گوش میدن باید قطعا سگمنت مخاطبای کلاب هاوس بودن دیگه یعنی کسایی که به محتوای صوتی و نه اوکی انا رو گوش میدن و اولش یه جو خیلی عجیب غریبی رو افتاد که آقا بریم توی کلاب هاوس کلاب هاوس که بعد یوهو همش خوابید و الان من تنها کسی که میشناختم کلاب هاوس داره استفاده میکنه پدرم بود که امشب ازش پرسیدم اونم دیگه استفاده نمیکنه سلام پدرم بودم کارت خوب بشه حالا بریم اون سمت قضیه رو ببینیم افرادی که از توییتر ناراضی بودن و حالا میخوان برن از استفاده بکنن خب اینها چه افرادی هستند چه خصوصیاتی دارند کلا غالبا افرادی که از توییتر استفاده میکنن به محتوای متنی علاقه دارن حالا نه حتما کتاب و نمیدونم مقاله های خیلی طولانی ولی در حد همین که چه میدونم یه توییت با کاراکترهای مشخصی بزنن یه متن کوتاهی رو بخونن در این حد علاقه مندن بهش درسته. و به خاطر همین اه توی کاغذ شاید به تردز از این جهت علاقه من باشن ولی یه نکته ای که راجع به افرادی که از توییتر استفاده میکنن وجود داره اینه که حالا میگم سریع ازش میذارم. یه ذره احساس خاص بودن میکنن افرادی که تو توییتر هستن از چه جهت میگم و شاید مثالش چیه کلا آدما علاقه دارن که احساس خاص بودن بکنن مثالش چیه خودت بلو اسکای چیکار کردش میخواستش که مخاطبای توییتر رو بیاره سمت خودش گفتش که آقا من به هر نفر دو تا یا حالا یه, تعداد خیلی محدودی کد دعوت میده خب فکر نظری میده میدادن نوشابه دادن, نشابه دادن. زدن و به همین خاطر من اگر برم توی بلو اسکای فکر کنم بعد از یکی دو ماه فقط دو نفر رو میتونم همراه خودم بیارم بلو اسکای و کسانی که توی بلو اسکای دارن فعالیت میکنن خیلی حس یونیک بودن دارن که آقا اینو فقط من دارم نکته که وجود داره توی ترتس دیگه همه هستن یعنی این توییتریا خیلی بعضی هاشون اینطوری که بابا چرا اینقدر دیگه این جمعیت زیاد شده یه مثال دیگه که از این قضیه من دارم اینه که دو سه سال پیش من هنوز خیلی وارد اینستاگرام توی توییتر نشده بودم دو سه سال پیش چه موقع خوبی بود واقعا

اون شب خاص خیلیا ها دنبال یه پلتفرمی بودن که این حال و هوای خودشون رو به بقیه برسونن اطلاع رسانی کنن خیلی ها رفتن سمت توییتر خیلی ها اون شب رفتن سمت تلگرام که تلگرام به شدت واتساپو دیس میکرد،, میکرد که آخر خود تلگرام هم دام شد تو خود توییتر هم خود فکن... توییترم هم آخرین آخریا بود که بودن دام شد ولی خیلیا سمت توییتر هجوم آوردن و خیلی شلوغ شد اون شب من یادمه خیلی توییتر یا حرف ری... خیلی توییترها این حرفو میزدن که آقا چقدر اینجا شلوغ شده اینستاگرام یا ریختن اینجا و از این حرفا خلاص خست شد دیگه آفرین خیلی ها میگن خب دیگه توییتر هم خاص شد پاشیم بریم اینجا دیگه دقیقاً سر تو خب خلاص حرف من اینجاست که توییتری ها یک اکوسیستمی دارن که این اکوسیستم رو تو خودشون قبول دارن درست که خیلی با هم میجنگن و حرف میزنن ولی این قالبه رو قبول دارن دوست دارن تو همینجا بمونن نکته ای که وجود داره اینه که حوصله شاید افراد دیگر رو نداشته باشن ترز دیگه خیلی شلوغ شده و خیلی مطالبی ازش میاد بیرون که توی اینستاگرام پره یعنی مطالب فان و نمیدونم زرد و محتواهای چه میدونم همونایی که خودتون میدونید خیلی سرگرمی طور خیلی دیگه تو اینستاگرام زیاده اینا هم قراره بره تو همون ترز به خاطر همین ها شاید خیلی علاقه نشون ندن به سمت ترز البته نکته که وجود داره مدیر اینستاگرام گفته که من اصلا خبر نداشتم صبح شدم دیدم یو ترند اومده بالا گفته که ما اصلا نمیخوایم رقیب توییتر باشیم گفتن اه چی چرت و پرت میگی پچرا این موقع لانچ کردی گفتن این که رو رام بود جوان که میگفتن ما رقیب نیستیم خب ان الله آفرین من اصلا نمیخوام رقیب توییتر باشم چرا توی تریدز برای اینکه محتوایی که من درست میکنم یعنی محتوایی که توی تریدز قرار درست بشه محتوایی نیستش که سیاسی و جدیه به همین خاطر این مطالب سیاسی و جدی بره توی همون اتمسفر و پلتفرم توییتر قرار گرفته بشه من اینجا راجع مطالب فان سرگرمی آشپزی ورزش و غیره صحبت میکنم و این یه خورده باز منطقی تره یعنی به نظر من مخاطبه که از اینستاگرام میان سمت ترید دنبال همین چیزا هستن تا چیزایی که ملت دارن توی توییتر و هم سر کله هم میزنن بالاخره آقا توییتری ها میان ترز ترزی میرن توییتر چه اتفاقی بالاخره میفته ببین نظر من اینه یعنی چیزی که من حدس میزنم از آینده اینه با توجه به شواهد قرار نیست ترید توییتر رو بزنه قرار نیست توییتر تردز رو بزنه خب این دوتا دوتا تا, دو تا پلتفرم مختلف هستن م... کاملا سگمنت مخاطباشون یک جایی خیلی متفاوته به نظر من یه جو عجیب غریبی الان واسه تردز را افتاده این جو قطعا میخوابه کم میشه ولی تردز چون که لینک با اینستاگرام یه بستر خیلی خوبیه واسه پلتفرم های مختلف برای کسب و کارها که خودشون رو اونجا به نمایش بذارن کار دیجیتال مارکتینگش رو انجام بدن به نظر من قرار نیست ترز به این زودیا بخوابه نابود بشه و اصلا هم قرار نیست توییتر رو بزنه زمین یا حداقل چیزی که من فکر میکنم اینطوریه این, این دوتا قراره که کار خودشون رو با هم ادامه بدن برن جلو و سر همون مطلبی که آقا مطالب جدی سیاسی و مهم توی توییتر قرار, قرار قرار گرفته بشه و توی ترتز قرار نیست اینا رو ببینیم این دوتا قرار نیستش که با هم کاری با هم داشته باشن راشون ادامه میدن میرن جلو تا ببینن چی میشه سوال میپرسیم که کامنت لطفا برامون اون بذارید و به همون بگید که به نظر شما تو این رقابت کی میبره اصلا شما رقابتی میبینید چیزی میبینید و اگر تویتری هستید اصلا علاقه دارید که برید توی اگر اینستاگرامی هستین میرین ترد نمیرین این چند روزه باش کار چطور بوده از این حرف رو برامون بزنید دیگه و, و کانال رو سابسکرایب کنید. سابسکرایب کنید زنگوله رو باید مثل اینکه لطفا بزنید و لایک کنید نظراتتون رو به ما بگید حمایت کنید و بگید که کلا چطوری بود ما تکی تکی یعنی یه بار من یه بار احمد رضا بیاییم جلو دوربین یا نیایم ممنون آها نه کنم <laughs> نه هر جو دوست داری باشه چه فرق نداره صحبت کن سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه من محمد فوقانی هستم حله با بس هیچ چیزی بس برده بیا بگو جواب تو دیگه پس من یه خونه رو مالک شو کلا آدم ها علاقه دارن بعضی آقا خیلی دیدم مخاطبای توییتر اینو لازم گفته که من اصلا نمیدونستم